درود بر هممیهنان و هماندیشان ارجمند. سخن من اسلایدی نداره، سخن شفاهی است ولی بی پیوندم نیست با سخنان شهرام که پیش از تنفس انجام داد. عنوان سخن هست اثرات ویرانگر قادسیه بر زیست ایرانیان. قادسیه البته میدونید یک سمبول، یک نماده از شکستن کمر ایران و ورود ایران به یه دوره 1400 ساله که با خودش زوال و تباهی رو در خیلی از شئون زندگی ایرانیان به همراه داشته. پس از قادسیه جنگ‌های دیگری رخ داد، پایداری‌های شهری رخ داد و مدت بسیار طولانی به درازا کشید تا اینکه فلات ایران در حقیقت در برگیرنده اکثریت مسلمان بشه. چیزی بین حدود فرض کنید 350-60 سال پس از قادسیه هست که شما میتونید که ایران رو به عنوان کشور مسلمان بشناسید. نخست مسلمان شدن در شهرها به مرور خیلی خیلی آرام رخ داد و بعد در روستاها. از این رو وقتی میگیم قادسیه، اونو ما به عنوان یک نماد یا سمبول برمیداریم، وگرنه پس از قادسیه این گونه نبود که یک شبه همه رخدادها به گونه‌ای باشه که روز ما رو به شب تبدیل کنه. این یک فرایند خیلی زمانبری بود، ولی به عنوان جایی که کمر ایران شهر شکست و ما افتادیم تو این سراشی به 1400 ساله، میتونیم اون رو به عنوان اون نقطه عطف ازش یاد کنیم. برای این وقتی میگویم اثرات ویرانگر قادسیه بر زیست ایرانیان، دارم اون رو به عنوان نقطه عطف یاد میکنم. من در پنج مورد تأثیرات فوق‌العاده بزرگ اون نقطه عطف، یعنی قادسیه و آمدن اسلام به ایران رو بر زیست ایرانیان میکوشم که توی 25 دقیقه یا حد اکثر نیم ساعت آینده با شما در میون بذارم، شاید هم کمتر. نخستین مورد برمیگرده به این که ما با آمدن اسلام به ایران یا پس از قادسیه به اصطلاح غرور ملی و روح سلحشوری در ما به عنوان ملت به مرور افول کرد و نهایتاً به یک حد بسیار پایینی رسید که قابل سنجش با پیش از اون نبود، یعنی با دوره ساسانیان و پیش از ساسانیان. ما به هر حال کشوری بودیم که پیروزی ها و شکست های بزرگی رو تجربه کرده بودیم، آزموده بودیم، ولی همیشه بعد از مدت خودمون رو جمع و جور می کردیم و بر می خواستیم و شرایط رو تغییر می دادیم. اسکندر به ایران اومد ولی جانشینان اسکندر سلوکیان حدود 70-80 سال بعد از ایران دیگه تقریبا رانده شدن توسط اشکانیان. در دوره اشکانیان ما 100 سال پایانی دوره اشکانیان سه بار پایتختمون تیسفون به دست رومیا گشوده شد. یعنی اینقدر رومیا جلو اومدن که پایتخت ما رو گرفتن ولی به فاصله بسیار کوتاهی پس زده شدند و بیرون رانده شدند و نه تأثیر فرهنگی در اونجا به اون صورت گذاشتن، نه حتی حضور فیزیکی براشون در اون منطقه باقی موند. در دوره ساسانیان با اینکه دست بالا رو معمولا در برابر همسایگان به ویژه همسایه قدرمون هماورد بزرگمون امپراتوری روم داشتیم، ولی گهگاهی هم دچار بحران‌هایی می‌شدیم، مثلا مثل جنگی که ایرانیان با هپتالیان یا به قول مورخان مسلمان حیاتله کردن و در اونجا پیروز و چندین برادر و اعضای مهم خانواده شاهی کشته شدند در جنگ و هپتالیان عملا ایران بیدفاع رو شروع کردن زیر فشار گذاشتن. اقوام زردپوستی بودن از آسیای میانه و سرنوشت به این صورت شد که یک بزرگمردی به نام سخرا از سیستان برخاست و بلافاصله بزرگان کشور را همراه کرد و به فاصله نسبتاً کوتاهی نه تنها تونستند هپتالیان رو از شهرهای ایران بیرون برانند، بلکه با پیمانی که باشون بستن اسیران ایرانی رو هم تونستن پس بگیرن و به مرور به کشور سر و سامانی دادن و دوباره ایران به فاصله بسیار اندکی رو زانوهاش ایستاد. بنابراین ما بحران داشتیم مثل هر کشور دیگری،
و تو این بحران ها بزرگ مردان و بزرگ زنانی اومدن و به هر حال نقشی داشتن و کشور رو تونستن نجات بدن و جمع جور کنن. پس از اسلام این رویه رو ما دیگه نمیبینیم. یعنی هنگامی که پایداری ها در شهرها نهایتا با سرکوب ها و کشتار بسیار اینجا و اونجا دیگه از میان رفت، چند نسل گذشت، و هنگامی که این فرایند مسلمان سازی که عموما به خاطر تبعیض و فشار و ناهنجاری های اجتماعی خیلی ها بهش تن در می دادن و دست کم در شهرها باعث مسلمانی ایرانیان شد و بعد به مرور به روستاهام رسید، شما یه دفعه تاریخ ایران رو هرچه ورق میزنید حس میکنید با یک اتوبانی روبرو هستید که یک بزرگراهی که هر کی اراده میکنه وارد این سرزمین شده و از این ور شده و از اون ور رفته بیرون. یه همچین آشفتگی و به هم ریختگی رو شما مطلقا در پیش از اسلام سراغ ندارید و اون برمیگرده دلیلش به این که در فرایند امتسازی از ایرانیان، کسانی که خودشون رو شهروند میدونستن، شهروند ایران شهر با همین نام در دوره ساسانی ها میدونستن، به مرور تبدیل شدن به امت اسلامی و امت مسلمان طبیعتا وفاداریش، پایبندیش و دلبستگیش قاعدتا باید با اون محور ایدئولوژیکی بشه که بهش به هر حال دورش گرد آمدن، یعنی مذهبش، یعنی اسلام. طبیعتا به عنوان یک ملت، یک مجموعه‌ای که از خودش یک هویت فرهنگی داره، یک مرز و جغرافیا داره، یک تاریخ داره، یک دستگاه ارزشی داره، دیگر شما نمی‌بینید که اون عرق و اون حساسیت نسبت به آنچه که بر کشور می‌گذره حاکم باشه. می‌بینید شما تقریباً آخرین پایداری‌ها و کوشش‌های بزرگ ایرانیان که شامل پایداری‌های نظامی بوده، شورش‌های دینی بوده و جنبش های فرهنگی مثل شعوبیه بوده، تقریبا آخرین کوشش بزرگ شاهنامه فردوسی است و عصری است که فردوسی داره زیست میکنه. پس از اون دیگه تقریبا شما میتوانید یک دوره هزار ساله تاریکی رو ببینید که غزنویان، سلجوقیان، بعد خوارزمشاهیان، اینا رو که من دارم صحبت میکنم شما به عنوان دودمان ها و سلسله های ایرانی میشناسید که هیچ کدوم ایرانی نیستن. اینا اقوام مهاجم و مهاجری بودن که آمدن ایران و به خاطر بندوبستی که داشتن با مرکز خلافت اسلامی، قدرت نظامی که داشتند، خلیفه به اینها در حقیقت یک مشروعیت میداد، اینا رو تایید میکرد و اینا به هر حال در ایران بودن. اون چی هم که چپاول میکردن بخششو میفرستادن به ام القرای اسلامی، به مرکز خلافت، برای اینکه سهم خلیفه رو هم داده باشن. این وضعیت ملت ایران بود. بنابراین ایرانیان می‌دیدن که عملاً بیگانه فرمان رواست. حالا اگر فلان قبیله قبچاقی توسط فلان قبیله قز سرنگون بشه که هر کدوم اینا 10 سال 15 سال وارد فلات ایران شدن به عنوان قبایل مهاجر و هم دست جمعی و فله‌ای مسلمان شدن و اشهد گفتن و به عنوان مسلمان امت اسلام وارد شدن و جلوگیری از نه نشده، طبیعی است که وقتی میبینه مغول داره حمله میکنه هر کسی فکر اینه خودش نجات بده، چیزی برای دفاع نیست. شما اون مجموعه میهنی رو که دیگه ندارید، اون دلبستگی های ملی رو که ندارید. برای شما آمدن مغول تعویض یه ارباب با ارباب دیگه است. منتها خب این ارباب دومی که آمد در پایان دوره خوارزمشاهیان، چون به هر حال فرستاده‌هاشو کشته بودن، اموال مغولا رو غارت کرده بودن، اونم توسط کی؟ قایرخان، که بازی خودش یک حاکمی از همون تبار و همون دست مردم بود در مناطق مرزی ایران. اینا اومدن و زدن و کشور رو عملاً اصلا اساس مدنیت رو تو ایران واقعا مورد تهدید قرار دادن. خب جز ایستادگی‌هایی که اینجا اونجا جلال الدین خوارزمشاه کرد که به هر حال دنبال دفاع از تاج و تخت خودش بود، در ایران پایداری نشد. برخی مردم شهرها رو بستن از ترسشون و در یه جایی مثل نیشابور بزرگترین فجایع بشری رخ داد و شهر به اضافه حتی جانداران و حیوانات همه قتل عام شدن. خیلی جا نمک پاشیدند و آبا رو کور کردن، چاه رو کور کردن که حتی امکان کشاورزی و دامداری نام نباشه. و بعد از اونم که بلافاصله قبیله پشت قبیله قدرت‌های منطقه‌ای رو در ایران به دست می‌گرفتن،
نمیدونم گوسفند سیاه ها، گوسفند سفید ها، آق قوینلو، قره قوینلو، تمام اینا رو شما پیش از صفویه میبینید. عملا کسی که آمد نه نشنیده. اگه نخواهیم خیلی در مورد سرنوشتمون مبالغه کنیم، هر کی بوده نه نشنیده و اینا تمام برمیگرده به اون فرایند امتسازی از ایرانیان و جایگزین کردن مفهومی برام به شهروند ایران شهر با امت اسلامی. وقتی شما یه مسلمان دیگری داری میاد، مهم نیست دیروز در آسیای میانه مشغول چپاول و غارت بوده، امروز مسلمان شده، از مرز اومده این بر، چه ایشون بر شما فرمان روایی کنه، چه کسی دیگری که ارباب قبلی بوده. این باعث شد که ایرانیان سرشون رو پایین بیاندازن و طبیعتا وقتی غرور ملی از دست میره، روح سلحشوری میمیره، حس ایستادگی میمیره، جنگیدن و نبرد برای اون چی که بهش باور دارید میمیره و یک صفت بسیار بزرگی مثل دلاوری، مثل دلیری، شجاعت در ایران کمرنگ میشه. اینو نمیشود منکرش شد. ما اگر امروز به دنبال این هستیم که هویت ایرانی رو احیا کنیم، اگر میکوشیم که یک روحی بدمیم به این پیکر نیمه بیمار ایران، یکی از بزرگترین چالش هامون تو این سالهایی بوده که این نقش امت اسلامی و امت مسلمان رو که ببیشه تو این 14 هم خیلی بهش تاکید کرده حکومت رو کمرنگ کنیم، ناتوان کنیم و حذفش کنیم. و اینکه من شهروند این کشورم و من یه ایرانی هستم و به خاطر وابستگی و دلبستگی هم به این مجموعه هم یه حس مسئولیتی دارم، هم یه توقعاتی دارم و هم یک خیشکاری دارم که به عنوان خیشکاری ملی باید انجام بدم. اگر ما موفق بشیم این کارو بکنیم، یعنی در حقیقت مورد نخستی که خدمتون عنوان کردم، از میان رفتن غرور ملی و حس ایستادگی به عنوان یه ملت رو بتوانیم به میان دست کم بخشی از همیهنانمون برگردونیم، من مطمئنم که در این بزنگاه تاریخی خیلی میتونیم در سرنوشت ایران مؤثر باشیم. مورد دوم برمیگرده به پدیده به نام رواداری که این به اصطلاح در زبان عربی بهش تساهل و تسامح میگن، انگلیسی تالرانس. جریان رواداری به این صورته که ما در پیش از اسلام ملتی بودیم که با هم، با همسایمون، با همشهریمون گرفتاری نداشتیم. هر گونه که زندگی میکرده به هرچی باور داشته یا باور نداشته. اصولا شما درگیری های بین مردم در پیش از اسلام نمی بینید. آزار و اذیتی که بخشی از مردم به بخشی دیگری داده باشن به خاطر اینکه این فلانی حالا دین یا کیش متفاوتی داره. اگر در مقاطعی مثلا مثل سرکوب مزدکیان شما می بینید که دولت ساسانی دیگه تحملش به پایان میرسه و میاد جلوی مزدکی‌ها رو میگیره، اولا یه مسئله است که کاملا مربوط به امنیت ملی است، یعنی مسئله مصلحت کشوره، نیک فرجامی کشوره، تعصب دینی اونجا نیست. شما با سرزمین سرکار داری که بخشی از مردم دارن اموال دیگران رو غارت میکنن، از خونه دیوار خونه مردم بالا میرن، میگن همه چی اشتراکیه، حتی به زن مردم دست رازی میکنن، تعداد زیادی بچه به وجود اومده که پدراشون مشخص نیست کیست. و با این وضعیت شما یا باید با مشت آهنین امنیت رو به کشور برگردونید و اینا رو سر جاشون بشونید، یا اینکه ول کنید تا بقیه شیرازه کشور مثلا بپاشه که انوشیروان دادگر تصمیم نخست رو گرفت. اینجا صحبت از تعصب دینی نیست. اصلا خود پدر انوشیروان قباد مزدکی شده بود برای مدت ها و گرفتاری هم نداشت. بزرگان کشورم باش تنش هایی داشتن ولی منجر به جنگ خونین و بگیر و ببند نشد. اگر که در مقاطعی با مسیحی‌ها در ایران گرفتاری‌هایی بود، گرفتاری نبود که مردم مسیحی یا مردم زرتشتی بزنن خونه هم دیگه آتیش بزنن، یا مثلا مثل بلایی که مسلمان‌ها و هندوها تو هند سر هم آوردن بچه هم دیگه رو مثلا تو کوچه بگیرن قتل عام کنن. این جریان نبود. جریان این بود که مسیحی‌ها به خاطر اینکه باور ایمانشون، ایمان اینها به مسیحیت بسیار قوی تر بود از وابستگیشون به سرزمینی به نام ایران، خیلی هاشون مهاجر بودن، از اون ور اومده بودن به داخل ایران شهر، خب به نوعی متاسفانه تبدیل به نیروی به ستون پنجم امپراتوری روم شده بودن. برای اینکه
به همکیشان خودشون میخواستن دلبستگی و وابستگی داشته باشن تا به هممیهنانشون یا همسرزمینشون. اینا منابع زرتشتی نمیگن ها. حتی ما سند داریم که مانویان به اینها میگفتن شما جاسوس رومید، مانویها به مسیحا میگفتن. بنابراین قضیه کاملا قضیه سیاسی بوده. شما هیچ گزارشی نمیبینید که بگه مثلا فرض کنید اکثریت زرتشتی در ایران مثلا خونه یهودیا رو خراب کردن، یا مثلا رفتن فرض کنید ریختن تو محله مسیحا مثلا مال اینا رو گرفتن. مطلقا هم چنین گزارشی نمیبینید. من داشتم تلمود رو نگاه میکردم، تلمود یهودیا رو، تلمود بابلی، یه دونم تلمود اورشلیم داریم. خیلی جالبه که اینم خیلی در برگیرنده مطالب مفصلی است درباره آنچه که در دوره ساسانیان میگذره تو جامعه یهودی ایران، ولی خب به ما یه ایده میده که چه خبره. اونجا دو نفر از ربایای یهود دارن هم صحبت میکنن. یکی میگه که یکی از ایرانیان زرتشتی اومده پلو من و گفته من میخوام یهودی بشم، و گفتم خیلی خب برای اینکه یهودی بشی بیا باید تورات رو بتونی بخونی. گفته خب چجوری باید بخونم؟ گفته خب بهترین کار اینه که بیای خط عبری رو یاد بگیری که بتونی بخونی. و بعد اونجا توضیحاتی بهش میده که آمد و بعد گفت این خط سخته و من نمیتونم یاد بگیرم و اینا. مهم اینه که شما تو دوره ایران ساسانی که با تبلیغاتی که شوربختانه توی چند دهه اخیر به شدت علیه شده که آقای جریان متعصب زرتشتی کوروکر سرکوبگر بوده که کاملا وارونه این قضیه و این حقیقت نداشته، شرایطی است که یک ایرانی زرتشتی خیلی راحت میره به ربایی میگه من میخوام یهودی بشم، بعد اون براش کلاس میذاره که بهش یاد بده اصلا تورات چیه، جریان چیست. یه همچین آزادی عملی واقعا شگفت انگیزه، اونم تو سیستمی که اصلا به هر حال دستگاه ایدئولوژیک دولتی با آیین زرتشت آمیخته است. این فرد آزادی داره این کارو بکنه، میخواد بره میخواد نره. حالا شما تصورشو بکنید، میایید وارد فضایی میشید که این رواداری به تقریبا نزدیک صفر میرسه. یعنی یه هنگامی که به هر حال اکثریت ایران مسلمان شدن، فشار مسلمان ها روی غیر مسلمان ها، و این فشار هم باید اقرار کنیم فقط فشار از سوی حکومت نبوده، اذیت و آزار مردم به مردم هم بوده، تحقیر مردم به مردم هم بوده. در هنگامی که اکثریت سنی بوده، سنی ها همین بلا رو سر شیعیان هم آوردند. هنگامی که اکثریت با شیعیان میشه، اونا الفاظ زشت و نسبت به هموطن سنیشون هم استفاده کردن. اجحاف و تبعیض و بی احترامی هایی که به زرتشتی ها و مسیحی ها و یهودی ها و صبی ها و بقیه برحال غیر مسلمان ها تو ایران شده تو این دوره اسلامی کم نبوده. البته این را هم باید بگم، در مقایسه با آنچه که در بیرون از ایران اکثریت دینی بر سر اقلیت دینی می آورده، ما خیلی بهتر بودیم. با وجود اینکه نسبت به گذشته خودمون ما افت کرده بودیم، ولی تصورشو بکنید، مثلا حد اکثر کار زشتی که یک مسلمان میکرد، مثلا میگفت من از لیوان که یک مسیحی مثلا فرض کنید نمیدونم آب خورده یا چای خورده نمیخورم، چون اون مثلا نجسه. ولی همزمان با این شما میبینید در عثمانی 1,000,000 مسیحی رو میکشن، ارمنیا رو میزنن، ارمنیا رو میکشن، و تو این اتفاق مردم مسلمان عثمانی عموما کمک میکنن به دولت عثمانی. یعنی اینجا مردمن که مردم رو لت و پار میکنن، دستگیرشون میکنن، خبرشون میدن اینا کجان اونا کجان. خیلی کم مردم عثمانی بودن که یک همدردی نشون دادن و جاهایی شاید کمک کردن به ارمنی ها. عقبتر بریم تو خود اروپا، سختگیری که مسیحی ها به یهودی ها میکردن خب فوق العاده زشتر از سختگیری هایی بود که در ایران مردم به غیر مسلمان ها میکردن. این منظور من اینه که هنوز در اون دی ان ای ایرانیان بارقه از این عطوفت و از این نرمش بود از دوره پیشین، که به هر حال ما با هم همسایه و هموطنیم. و بنابراین گرچه این آزار و اذیت نسبت به آنچه که در بیرون ایران میگذشت خیلی کمتر بود، ولی نسبت به گذشته خود ایران خیلی بیشتر بود. عصر جدیدتر میشد، ما به روزگار نو وارد میشدیم، ولی نسبت به 2000 سال پیش خودمون، 1500 سال پیش خودمون، این ارزشو از دست دادیم، ارزش رواداری. و
فکر میکنم حالا انقلاب مشروطه و بعد به ویژه دوره رضاشاهی دوره بود که خیلی شرایط رو عوض کرد و یه نفسی تونست از غیر مسلمان ها در بیاد و زشتی این عمل، اذیت و آزار هموطنی که به گونه دیگر فکر میکنه یا مراسمی انجام میده، به مرور نزد برخی از ایرانیان جا افتاد. مورد سوم مطلبی است در ارتباط با سازندگی. همچنان که شهرام در سخنانش اشاره کرد، پیشرفت و جلو بردن جامعه، پیشرفت که میگیم این دیولوپمنت، هم اکونومیک دیولوپمنت، هم سوشال دیولوپمنت، هم کالچورال دیولوپمنت، هر نوع توسعه‌ای که بشه جامعه رو جامعه بهتری بکنه، این هدف دولت‌های ایرانی بود در پیش از اسلام. یعنی در سخنرانی‌هاشون هم که میومدن شاهی که بر تخمینش هست میگفت که من این کارو میخوام بکنم، همش در جهت آبادسازی و پیشرفت بود. حالا خیلی‌هاشون در عمل هم انجام میدادن، برخی هم اونقدر در عمل به اون چیزی که گفته بودن پایبند نبودن، ولی این ارزش بود، موظف بودن بگن برنامه‌هاشون، و برنامه همیشه پیرامون مسئله آبادگری دور میزد. این که میگیم قادسیه یکی از اثرات ویرانگر سومش رو بخوام ببینیم چیست، این است که اصلا آبادگری نه تنها در پس از آمدن اسلام به ایران به مرور، همچنان که ایران بیشتر و بیشتر اکثریت مسلمان گرفت دیگه هدف نبود، بلکه این مسئله پیشرفت و آبادگری برخی جاها ضد ارزش شد. یعنی شما میبینید خیلی ها رو میبالیدن، مثلا فرض کنید به امام نخست شیعیان که امیرالمومنین گفته مثلا الفقر و فخری، فقر باعث افتخار منه. نمیدونم چرا برای یه انسان باید فقر باعث افتخار باشه. توجه بکنید که نیاکان ما در دوره ساسانی اتفاقا برعکس اعتقاد داشتن که یکی از گناهان خیلی بد مغروز بودن، بدهکار بودنه. چون آدم بدهکار برای فرار از دست بستانکار ناچار میشه گاهی دروغ بگه. یعنی شما اگه بدهکار باشی ناچار به دروغگویی هستی و این خب کار بسیار زشتی است. هیچ وقت فقر باعث افتخار در جامعه نبوده، چون فقر اقتصادی به خودش فقر فرهنگی و موزلات بزرگ اجتماعی هم میاره، فحشا میاره، اعتیاد میاره، دزدی میاره، نمیدونم بچهای خیابونی میاره، بچهای کار میاره، من نمیدونم چه چیز فقر باید باعث افتخار میبوده. در حال این مسئله آبادگری چنان در ایران میمیره که تا دوره تقریبا شاه عباس که خودش پایتخت، یعنی پایتخت آن هنگام اصفهان رو یه مقدار دست به سر روش میکشه، بناهای درست حسابی میسازه و یه شهر آبرومندی اون موقع درست میکنه. یه مقدار زیادی هم شاید به خاطر این بوده که جلوی سفیران اروپایی که همه در ایران اومده بودن کم نیاره، شما هیچ چیزی سازندگی نمیبینی. یعنی نمیتونی بری یه اثر رو دست بزنی روش، بگید از بعد از قادسیه تا مثلا همین دوره شاه عباس این بنا هم ساخته شده، اینجا اونجا دو تا مثلا پل خاکی یا سد خاکی اونم مردم محلی درست کردن، مثلا جالیزشون زیر آب نره. نگاه میکنی اصلا انگار وظیفه هیچ دولت و هیچ ملتی ساخت و ساز و توسعه و تولید نبوده. برای که از آغاز کار بنابراین بود که آقا ما که داریم میایم از شبه جزیره عربستان بیرون و حمله میکنیم به کشور همسایه، هدف غارته. وقتی اینا نیروی مولدن و ما میتونیم اینا رو غارت کنیم، تو سرشون بزنیم و ازشون مالشون رو بگیریم، چرا خودمون باید بریم دنبال این کارا؟ و طبیعتاً وقتی این روی کرد، این نگاه میمونه، نسل به نسل میاد، میشه یک ارزش عادی جامعه، همون جامعه که اتفاقاً جامعه زیر دسته، نه جامعه‌ای که اربابه، جامعه زیر دسته. بعدم من خودمو بذارم جای یک مثلا برزگر یا کشاورز ایرانی، شما حساب کنید تا چند قرن که خلافت اسلامی در ایران بود، شما کار میکردی جزیه میگرفتن اگه مسلمان نبودی، خراج میگرفتن اگه مسلمان بودی، به هر حال خراج رو ازت میگرفتن، مالیات رو میگرفتن، پس گردنت میزدن، این پول رو هم داشتن میبردن تقسیم میکردن دیگه. حاکم ور میداشت و یه مقدار میفرستاد برای امیرالمومنین در حالا مدینه یا در یک دوره در بغداد. این میشد وضعیت زندگی مردم. مردم چه انگیزه ای داشتن که حالا بخوان کار تولیدی بکنن، کشاورزی رو افزایش بدن، کار معدن بکنن، کار صنعت بکنن. و این به مرور ما رو تبدیل کرد به ملتی که شوربختانه، من چند سال پیش یک کار آماری دیدم از یه سری بچهای دبیرستانی، سوال شده بود
کم نبودن، تعدادشون مثلا 7-8 هزار نفر در تهران و شهرستان ها، که بین این کارا کدوم رو شما دوست دارید داشته باشید. کارا رو نگفته بودن مثلا پزشک و مهندس و وکیل و اینا، مثلا گفته بودن کار تولیدی، کار واسطه گری، کار خدماتی فلان اینا، و اینا مثلا حدود 70-80% زده بودن کار واسطه گری، هیچ رو درواسی هم نداشتن. یعنی من اصلا اهمیت نمیدم که تولید میتواند 1001 موهبت برای جامعه داشته باشه، کار ایجاد بکنه، ثروت ایجاد بکنه، از ثروت مالیات گرفته میشه، دولت میتونه سر و سامانی بده به وضع کشور، هیچ. این جریان فروکش کردن اهمیت پیشرفت و توسعه و آبادگری در ایران عملا کمر ایران رو در قرن‌های گذشته شکسته، و برای همین هم است که شما میبینید یه دفعه مثلا در عصر کوتاه مثلا 16 ساله شاهی رضا شاه شروع به ساخت و ساز و کار میشه، ایرانیان به درستی ازش به عنوان معجزه یاد میکنن، چون تو 16 سال این همه کار غیر ممکن بوده از نظر ایرانیانی که عادت کرده بودن با همون سیستم ضد ارزشی که حالا چرا تولید کنیم، حالا چرا ثروت ایجاد بکنیم، حالا من برم این کار زحمت رو بکشم واسه کی. و ببینید چقدر توی ذهن مردم اثر میذاره. شما از ادبیات فارسی، از این روایت های قدیمی ایران، ایران و باستان خوندید که یک پیرمرد بسیار سنبالایی داشت، کار کشاورزی میکرد، نهال میکاشید، میکاشت، آب میآورد که پای نهال برزه اینا. بعد یکی رد میشه گفت پدر جان تو اصلا ممکنه امروز رو به فردا نرسونی، تو خیلی سنت زیاده، این که داری میکاری باید 7-8 ماه دیگه تازه محصول بده، فراورده بده. که اون میگه که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم و دیگران بخورن. این نگاه ایرانی ببینید چجوری یه دفعه به طرز بسیار اسفباری فرو افتاد، که ما ضرب المثل داریم مثلا در زبان فارسی احتمالا همین 600-700 سال هم درست شده که دیگی که واسه من نمیجوشه میخوام سر سگ دوش بجوشه. یعنی تفاوت دوتا انسان رو ببینید، این دوتا انسان هر دو احتمالا از یه سرزمین، از یک آب و خاک بلند شدن، ولی این تأثیر قادسیه در دراز مدت ببینید تبدیل کرده ما رو به چه موجود خودخواه و بیباور به اینکه خود انجام کار درست در گوهر خودش یک خوشایندی است، یک ارزشه، حذف کردن. و این مورد وقتی که افتاد از به اصطلاح دستگاه ارزشی ما، تبدیل شدیم به مملکت مصرفگرا، دلال و به شدت آسیب پذیر. مورد چهارم برمیگرده به مسئله دهشمندی. دهشمندی در ایران پیش از اسلام یکی از ستونهای کار در جامعه بوده. یعنی شما وقتی میروید و بیشتر متون قدیمی رو میخورید میبینید که آتشکده ها که از روی دهشمندی مردم اداره میشده، بازرگان موفق، کشاورز موفق، صنعتگر موفق، این آتشکده ها برخلاف تصور خیلی از هموطنان که یک محلی بود برای عبادت و برای نیایش و اینا، اتفاقا 10% شاید مصرفش این بوده، 90% اینا کار همین بنیادهای غیر انتفاعی امروز رو میکردن، چریت اورگانیزیشن ها. اینا بچه های بی‌بضاعت رو زیر بال و پر میگرفتن، خانواده هایی که مرد خانه از کار افتاده بود به خاطر بیماری یا جنگ یا آسیب پذیر شد و هر آسیب دیده بود، اینا رو جمع و جور میکردن. آدم هایی که به سن بالا رسیده بودن و توان مالی نداشتن، آتشکده ها برای اینا مقرری تعیین میکردن. حتی خیلی جالبه بگم، بازرگانان آبرومندی که معاملاتی کرده بودن و زیان سنگین دیده بودن و ورشکست شده بودن، به اینها وام میدادن، اینا رو بلند میکردن، وام بدون بهره. چون میدونیم مثلا کسی که بازرگان بود در یه شهر، مثل امروز نبود که یه دفعه از یه جای پیدا شده میگه من بیزینسمنم. اینا مثلا 15 نسل پدر و پدر بزرگ بازرگانان خوشنامی بودن، مردم شهر اینا رو میشناختن. حالا کاروانشون رو دزد زده یا بارشون تو کشتی غرق شده، این بیچاره زمین خوردن. و اتفاقی که میافتاد، میامدن آتشکده به اینا میرسیدن. یکی از زیباترین چیزها که هم دهشمندی رو نشون میده، هم مسئله آبادگری رو در ایران دور ساسانی، این است که زمین بایر رو اگر کسی آباد میکرد، زمینی بهش میدادن.
اگه شما زمین بایری آباد بیارید مال خودتون، افسون بر این که به شما وام بلا عوض میدادن همین آتشکده ها، البته به دستور دولت بدین، دولت هم فرانگری میکرد که حتما این کار انجام شه. دانش شما میدید من اون زمین رو میخوام آباد کنم، پول ندارم آب بیارم، قنات بزنم، چاه بزنم، زه کشی کنم، کانال کشی کنم، و 6 ماه هیچ اتفاقی نمیافته، من نیاز دارم 6 ماه خودم اداره کنم. اینا به شما وام میدادن بلا عوض، میرفتی آباد میکردی، بعدم احتمالاً سند یا بنچاقشو میگرفتی که این مال شماست. خب یه همچین نگاهی وقتی شما تو جامعه داشتی، حالا گاهنبارا و اینا رو دیگه عنوان نمی کنم که شما به هر حال یه مقدارکی با رنگ و بوی اسلامی تو دوره کنونی هم مونده که نمیدونم خرج بدن و برای تاس و عاشورا نمیدونم قیمه بدن و از این صحبت ها، اینا به هر حال یک اختباس شده از گاهنبارای زرتشتی. ولی ببینید وضعیت دهشمندی الان در جامعه ایرانی چجوری است. نمیگم که صفره، ولی اگر انصافا ما مقایسه کنیم خودمونو با مردم دیگر سرزمین هایی که حالا مثلا به امریکا اومدن، من مطمئنم ما تو ردای بالا نخواهیم بود، شاید حتی متوسط هم نباشیم، تو ردای پایین باشیم. با اینکه ایرانیان در امریکا مرتب صحبت میشه که شاید ثروتمندترین مردم مهاجر باشن حالا با جمعیتی که دارن در امریکا، ولی با این وجود از نظر دهشمندی هایی که انجام میشه برای ایجاد بنا، ایجاد مؤسسه، کار بزرگ، کار فرهنگی، کار هنری، هر کاری، کار اقتصادی، هر چیزی، میبینید که ما مطمئناً تو رده های پایین قرار میگیریم. در خود ایران به هر حال روی سنتی که به نظر خیلی کامل آشکار از دوره پیش از اسلام و دوره ساسانیان باقی مونده بود، یکی میامد یه جایی آبنبار میساخت، یکی یه جای گرمابه میساخت، یکی یه جا میامد یه سدی میساخت، که اینها همش کار بسیار ارزندهی بود. ولی از هنگامی که در ایران بازار در پیوند با روحانیت شیعه قرار گرفت و اینها دست و دست هم گذاشتن به عنوان یک نهاد خیلی خیلی در حقیقت ارتجایی و ضد پیشرفت، همیشه روحانیت بازار رو تایید کرد و بازار در زیر سایه روحانیت هم تونست گردآوری مال بکنه، هم هر زمانی که لازم داشت به عنوان قوه قهریه روحانیت عمل میکرد. از اون هنگام چون بازاریا با دم روحانیون رو میدیدند، برای اینکه اگر کار دیگری کردن اون روحانیه به دردشون بخوره، اون آبنبار سازی و گرمابه سازی و مدرسه سازی و نمیدونم حالا جاده سازی هر چه که انجام میشد، به مرور همه اومد طرف مسجد سازی، حسینیه سازی، تکیه سازی و از این دست کارا، برای اینکه دیگه مشخص بود مالی است که داره هزینه میشه برای اینکه 10 برابر بیشترش برگرده. این نبود که شما داری میری یه کاری بکنی برای اینکه به بخشی از مردم کمکی بشه، مردم میهنت، مردم شهرت یا روستات. این کمرنگ شدن و کاهش بسیار دهشمندی هم تو جامعه ایرانی یک چیز بسیار تلخ ولی یک حقیقت ناگواره که هست، و این هم از پیامدهای دراز مدت قادسیه است. بازم میگم قادسیه به عنوان اون نقطه عطف. و پنجمین و آخرین مورد درباره اثرات ویرانگر قادسیه بر زیست ایرانیان که در سخنان شهرام هم بهش گریزی زده شد توسط شهرام، این بود که مسئله خردگرایی، خردمداری و نهایتاً خردورزی تو جامعه ایران بسیار بسیار ناتوان شد، کمرنگ شد و به گونه‌ای شد که تا همین 20 سال 25 سال پیش واژه خرد رو خیلی از ملت ایران اصلا نشنیده بودن. من شگفت زده نمی‌شدم اگه به جلو یه عده می‌گفتم خرد، مثلا اینکه نگاه می‌کرد خرد چیه. تازه مثلا بعضیا بعداً یه مقداری آگاه شدن تو این زمینه، بازم خرد رو میگفتن عقله، یعنی بازم دقیقا معنی خرد رو نمیدونستن. شما وقتی معنی چیزی نمیدونی اصلا واجب گوشت نخورده، طبیعتا گرایش هم نداری. و مملکت شد با فاصله گرفتن از در حقیقت منطق و خرد و آمار و حساب و کتاب و دفتر و دستک و نقشه و برنامه، تبدیل شد به مملکتی بی برنامه که سرنوشت هر روزش رو همون روز داره تعیین میکنه. تصمیمات احساسی است، تصمیمات از روی خشم،
تصمیمات خیلیش واکنشه و توی این چرخه گوشت بسیار خطرناکی که ایرانی ها افتادن، طبیعتا همچنان که اشاره شد پیش از این، به خاطر کیش جدیدی که بر اونها چیره شده بود، حالا هرچند این کیشو خیلی با گوشت و پوست و استخوان نپذیرفتن، ولی به هر حال تأثیرش به گونه‌ای بود که کاملا اون کیش نو که به جای آینه زرتشت اومده بود، مسئله خرد رو به گوشه روند یا اصلا کلا محوش کرد و مسئله ایمان همراه با خشم، حرکت‌های عصبی احساسی جاشو گرفت و طبیعتا شما تو جامعه‌ای که با این وضعیت روبرو میشه نمیتونی توقع کار درست داشته باشی، نمیتونی چشم داشته برنامه هدفمند داشته باشی. همه چی از امروز به فرداست، همه چی برای گذران وضعیت کنونی است و همین هم میشه که وقتی شما صحبت از خرد میکنی، برای خرد شما بتونی عقل تربیت یافته رو، عقل پرورش یافته رو در جامعه حاکم کنی، تصمیمات دیگه باید تصمیماتی باشه رو حساب کتاب باشه دیگه. اینو پس زد جامعه مسلمان شده ایران و کارو به جایی رسون که در 40 سال پیش این جامعه به شدت با خرد بیگانه، البته با تحریکات خارجی، دست به یه خودکشی ملی زد. این مسئله رو نمیشود از قادسیه جداش کرد. ما هنوز داریم چوب همون 1400 سال پیشو میخوریم. جلوه هاش در مقاطعی میاد بیرون، رو صد خودشو نشون میده، دوباره میره پایین، دوباره میاد و میره. این باید بهش رسیدگی اساسی و بنیادی بشه. نمیشود با قرص مسکن شما یه بیماری کشنده و مهلک رو درمان کنید. هم خودتون رو گول میزنید، هم هممیهنان رو گول میزنید. باید به دنبال کار اساسی رفت. نخستین گام اگر بپذیریم که قادسیه و مسائل پس از قادسیه عملاً کمر ما رو شکونده و ما رو از خیلی از ارزش‌هایی که تو دستگاه فکریمون داشتیم دور کرده، باید برای اینکه بتوانیم بزرگی پیش از قادسیه رو بازیابیم، به سوی بریم که اون ارزش‌ها رو دوباره برگردونیم تو اون دستگاه فکریمون، بهشون بیاندیشیم و بکوشیم اونا رو بیاریم تو زندگی روزمره، زندگی فردی و زندگی جمعیمون. من در پایان یک اشاره بکنم به یک تمثیل خیلی زیبایی که دکتر اسلامی ندوشن درباره ایران پس از اسلام میکنه و مقایسهش با پیش از اون. خب فردوسی رو تقریبا آخرین پرچمدار ایران پیش از اسلام میدونیم و پس از اون دیگه با توجه به اینکه حتی ایرانی ها دولت رو هم از دست دادن، یعنی پیش از اون به هر حال صفاریان و سامانیان و آل بویه و اینا دولت های ایرانی درست میکردن که حالا به نوعی با خلیفه هم کنار میامدن، برخی هم مثل مرداویج و دیگران که اصلا میخواستن کلا بنای اسلام رو در ایران بیاندازن. ولی اگر فردوسی رو به عنوان آخرین پرچمدار و بزرگترین پرچمدار این دوره بدونیم، فاصله فردوسی تا سعدی حدود 250 ساله. 250 سال. مثل فاصله اکنون ما تقریبا با پایان صفویه و دوره مثلا نادرشاه. دکتر اسلامی ندوشن میگه تفاوت گوهر و سرشت ایرانیان و طرز نگاه ایرانیان رو شما در دو کتاب شاهنامه و گلستان سعدی میتونید ببینید، چون دو تا از بزرگان و فرزانگان ایران این دو تا رو نوشتن. به زیبایی دارن شرایطی که رفته توی بطن و پوست و استخون جامعه ایرانی رو هر کدوم دارن میگن. در شاهنامه میگوید شما با یک انسان سواره طرفی، کسی است که به دنبال نبرده، کسی است که برای دادخواهی حرکت میکنه، کسی که وقتی جای بیداد میبینه حرکت میکنه برای کینخواهی، جلوی نادرستی میسته و این انسان آماده است که برای آنچه که بهش باور داره و اونو درست میدونه هزینه کنه و نبرد کنه. و برای همینه که داستانهای شاهنامه همیشه در بطن خودش اون نبرد در کنار اهورامزدا برای ساختن جهانی بهتر علیه اهریمنو داره. یک انسانه به قول دکتر ندوشن بر اسب نشسته، گردن فراز، سینه جلو داده، به خود مطمئن و آماده برای آنچه که فکر میکنه درسته در میدان باشه. 250 سال بعد در گلستان سعدی
یک انسان کاملا پیاده رو میبینید، اهل مماشاته، میخواد از کنار مسائل عبور کنه ولی نمیخواد با مسائل روبرو بشه حلش کنه. میگه باید دستی که نمیتوانی گاز بگیری ببوسی. میگوید که دروغ فتنه انگیز بهتر از دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز. شما در گلستان با وجودی که واقعا از نظر ادبیات فارسی بسیار اثر درخشانی است، بسیار زیباست و واقعا سعدی از این نظر شیرین سخن بی هماوردی است، ولی کامل داریم میبینید ایرانیان چگونه تسلیم شدن، همه اون ارزش‌های 250 سال پیشو به کناری نهادن و فقط میخوان سروایف کنن، فقط میخوان دووم بیارن، فقط میخوان بقا داشته باشن، چون از هر جایی خطری ریخته، بلایی سرشون اومده و این انسان دیگه انسانی نیست که سرشو بالا بگیره را بره، سرش پایینه، آسه میاد آسه میره که بلایی سرش نیاد. این تفاوت روح و روانی که بر این دو کتاب حاکمه تا حد زیادی تفاوت و ناهمسویی و ناسازگاری ایرانی پیش از اسلام و ایرانی پس از اسلام رو به ما نشون میده. خیلی هم سپاسگزارم از دوستانی که محبت کردن و برنامه رو از چند پیش فراهم کردن که اینجا خدمتون باشیم، و از دوستانی که راه نزدیک و دور اومدن، همچنین از جناب مظاهری که میزبان ما در لس آنجلس بودن و از همه گرامیانی که وقت گذاشتند و به سخنانمون گوش کردن. سپاسگزارم.